سلام، میدونی چطور میشه دامن یک لباس رو انیمیت کرد؟ سلام، آره میدونم. خوش به حالت. ها؟ الان خوشحالی؟ آره، میخوای بهت یاد بدم؟ نه حقیقتا واسه مهم نیستش. ای، پس چرا پرسیدی؟ دوست داشتم. خداحافظ. سلام به همه شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب انیمیت دامن توی فریم بای فریم شاید یکم سخت به نظر بیاد، چون مثل موج حرکت چهار گوشه به گوشه دیگه نیستش و جهت حرکت توش چرخشیه. برای همین میخوام توی این ویدیو تکنیک خیلی ساده بهتون یاد بدم که بتونید با کمک اون دامنها رو انیمیت بکنید. بریم سراغ ویدیو. خب یه کاراکتر اول تعریف میکنیم به عنوان پایه که بدونیم چه چیزی رو میخوایم انیمیت بکنیم. من کاراکتر خیلی ساده میکشم، وارد جزئیاتش نمیشم. خب حالا ما این کاراکتر رو کشیدیم و میخوایم قسمت دامنش رو انیمیت بکنیم. کار خیلی ساده ای هست. شما تو دائره یه دونه بیزی میکشین که تقریبا میشه گفتش همون محدوده دامنتون هستش. بعد میایین یه دایره میکشین. این دایره رو میکشین و شروع میکنیم به انیمیت کردنش. شما حرکت توی دایره میدونین، یعنی دقیقاً فرض بگیرین که این دایره داره روی این محور بیزی حرکت میکنه. بعد ببینید قضیه توجه داشته باشین که فاصله بین فریم ها در طول حرکت روی بیزی در سمتی که به سمت ما هستش فاصله تقریبا نرماله، اما در گوشه ها که میرسه فاصله ها نزدیک به هم میشن، کم نمیشن، فاصله ها نزدیک به هم میشن، پس اونجا حرکت آروم تر هستش. خب ما میام در اون سمت هم یک دایره قرمز من میکشم، دقیقاً در راستا و موازی با این یکی و متناسب با همین انیمیتش میگم، ولی در خلاف جهت. دقت داشته باشین، یکی در این سمت میچرخه، یکی در اون سمت میچرخه. دایره مشکی در اینجا جلو من هستش و دایره قرمز در سمت دیگر من هستش. میرسیم و تا اینجا این قسمت رو انیمیت میکنیم که هر دوتا به کنجها برسن. حالا نکته اینجاست، دایره قرمز میاد جلو و دایره مشکی میره عقب. حالا این کارو من اینقدر انجام میدم که دایره قرمز من برسه دقیقاً روی نقطه اولیه حرکت دایره مشکی، یعنی این دوتا جایگزین هم میشن. پس شد یه حرکت خیلی ساده دایره ها، چرخش دایره ها دوره این بیزی که ما داریم. این کار خیلی ساده هستش. حالا شروع میکنیم و بر اساس این فرمتی که اینجا داریم شروع میکنیم به کشیدن حالت پایینی دامن. دقت بکنید، دامن خودش یک دایره هستش، اون قسمت سطح پایینش، و میاد دقیقاً روی همین دایره ها حرکت داده میشه. قسمت جلویش که حالا دیده میشه و من با رنگ مشکی میکشم و قسمت پشت رو خدچین میکشم که خدچین الان روی دایره قرمز من هستش. پس الان قسمت جلوی که دایره مشکی هستش فرم حرکتی دامن من رو مشخص میکنه. این کار من انجام میدم تا میرسم به گوشه ها. گوشه ها که میرسم خیلی دقت بکنید، اینجا جای دایره مشکی و قرمز من جابجا میشه، یعنی الان دایره قرمز میاد جلو، پس الان این خط جلوی من تحت تاثیر دایره قرمز من حرکت میکنه. خب این روند ما ادامه میدیم تا بتونیم به حرکت ترتمیز برسیم. روند خیلی ساده و مشخص هستش. اینی هم که تاکید دارم دایره اول و دوم روی هم بیفتن به خاطر این هستش که ما میخوایم یه لوپ بسازیم دیگه، میخوایم یه حالت چرخش ایجاد بکنیم. خب ما وقتی این کار رو انجام بدیم، حالا قسمت های بالایش هم تکمیل بکنیم، ما تقریبا با یه همچین حرکتی مواجه خواهیم شد. میبینید به راحتی دایره ها حرکت میکنن و این دامن انگار از بالا روی دایره ها قرار گرفته و متناسب با همون حرکت میکنه. اگه خاطرتون باشه تو ویدیوهای دیگه من در رابطه با اینکه با دایره میشه چه انیمیت های انجام داد تو موهو صحبت کردم. کلا دایره خیلی گزینه خوبی هست، شما میتونید روش تاکید داشته باشین. همه چیز به همون انیمیت توپ بستگی داره. شما انیمیت توپ رو در نظر بگیرید، میتونه خیلی از بخشا و موردهای دیگه رو باهاش کار بکنید. راستی دارم یه ویدیو در مورد نحوه انیمیت دامن تو کانال میذارم، بعد برو نگاش کن، لایک و کامنت هم فراموشت نشه. به من چه؟ مگه من گفتم ویدیو آموزشی بسازی؟ برو به همونا بگو برات لایک کنن که براشون ویدیو میسازی. والا باش باش، بس دوستان لطفا لایک فراموش نشه. خب حالا میایم و اینو روی کاراکترمون پیاده میکنیم. البته من زیاد وارد جزئیات نمیشم، فقط میخوام خیلی کلی اون قسمت اتصال لباس به دامن رو هم من یه کوچولو انیمیت میکنم که فرم بهتری به خودش بگیره، اما یکم خیلی ساده و خالص اسکیسمانند باش برخورد میکنم و بعد در نهایت یک مقدارم تمیزکاریش میکنم تا نتیجه نهایی نتیجه بهتری باشه. خب به این صورت الان ما یه حرکت خیلی خیلی نرم دامن رو داریم. دقت داشته باشین که ما حرکتمون حرکت ساده ای هستش و الان قسمت بالا رو هنوز انیمیت نکردیم، یعنی قسمت موها و کلا و قسمت بالای لباس رو هنوز انیمیت نکردیم و اگه اونها انیمیت کنیم حرکتمون خیلی خیلی نرمتر و بهتر خواهد بودش.
دقت داشته باشین حرکت من یه حرکت دایره‌ای هست، حرکت خط مستقیم نیستش. و حالا میتونیم یه سری خطوط هم واسه اینکه کار کمی جذاب‌تر بشه اضافه بکنیم، اگه بخوایم کمی چین و چروک اضافه بکنیم، اینها بد میشه بهش لحاظش کرد و در نهایت ما یه همچین انیمیتی رو داریم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی برده باشین. کار خیلی ساده ای هستش و شما میتونید به راحتی انیمیت های خوبی در این زمینه بزنید. حالا اینو میتونید روی شنل تست بزنید، میتونید روی دامن تست بزنید و مواردی که اینجوری هستش. تمرین معجزه. دوستتون خوش، خدا نگهدار.